قربانی قربان. ده شهریور 1401، سرهنگ ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار، در دفتر کارش و به بهانه بازجویی به ماهو دختر 15 ساله بلوش تجاوز کرد. ماهو بعد از بازگشت به روستا به مادرش ماجرای این تجاوز را شرح می دهد. دختر چابهاری به یک باره و در اورینترین شکل تعارضات زیرین جامعه بلوچستان را به ما می نمایاند. در آن روزها بازار شایعات داغ بود و تایید و تکذیب های بسیاری در فضای مجازی می چرخید. متهم به تجاوز خود از میان همان دستگاه رسمی سرکوبی بود که در بلوچستان هرگز در برابر جنایت ها، توهین ها و تحقیرهایش خود را ملزم به پاسخگویی نمی دید. در حالی که رسانه های رسمی سکوت کرده بودند، یکی از فعالان مدنی شناخته شده بلوچ موضوع را برملا و درباره اش اطلاع رسانی کرد. در 25 شهریور، یعنی همان روزی که ژینا امینی بر اثر ضرب و شتم گشت ارشاد جان باخت و معترضان مقابل بیمارستان کسرا تجمع کرده بودند، اولین خبر درباره ماهو در رسانه های بلوچ منتشر شد. در جامعه‌ای که به سکوت در برابر تجاوز معروف است، این میزان پیگیری فعالان مستقل مدنی و موضع‌گیری آنها بی سابقه بود. تصور رایج همواره بر این بوده که بلوچستان است، خود طایفه تصمیم می‌گیرد. احتمالاً دختر سربه نیست می‌شود. ماجرا مانند تجاوز به 40 و چندی دختر ایران شهری در سال 97 جمع می شود. قضیه دختران ایران شهری چیست؟ خبر ربایش و تجاوز به 41 دختر ایران شهری در خرداد 97 منتشر شد. تنها 4 دختر در این باره صحبت کرده و مورد حمایت های درمانی قرار گرفتند. این خبر موجی از اعتراض ها را در پی داشت. گروهی از زنان با در دست داشتن پلاکارت هایی در حمایت از دختران خشونت دیده، آنها را دعوت به شکستن سکوت کردند. در نهایت این اعتراضات به تدریج پایان یافت و سرنوشت بسیاری از دختران در حالی از ابهام باقی ماند. در خصوص تجاوز به ماهو هنوز اعتراضات متشکلی رخ نداده بود که بلوچستان با اعتراضات سراسری علیه قتل حکومتی ژینا امینی همراه شد. شامگاه 30 شهریور مردم در زاهدان به خیابان‌ها آمدند. تعدادی از معترضان در زاهدان با گلوله ساچمه‌ای زخمی و ده‌ها تن بازداشت شدند. جمعه 1 مهر عبدالحمید اسماعیل زهی به مرگ ژینا امینی واکنش نشان داد و گفت: مهسا امینی خانمی که به هر حال تلف شد واقعا ضایعی بود و به ایشون و خانوادهشون واقعا ظلم بزرگی شد و شایسته بود که مسئله را بلافاصله کسانی که مؤثرند و همچنین عبدالحمید درباره تجاوز به ماهو گفت: توی همین مسئله که در چابهار مطرح است توی فضای مجازی و بالاخره انتقادهای از مجمع و از علمای منطقه هست که شما سکوت اختیار کردید و چیزی نگفتید، توی این حادثه ما سکوت من کردیم ولی سکوت من معناداره. من میکنم ببین روشن بشه که چی پیش آمده. نهاد روحانیت اهل سنت به رهبری عبدالحمید سالها میکوشیدند که با زد و بند با دولت و توایف پایگاه خود را تثبیت کنند. آنها درباره موضوعاتی که به زنان مربوط میشد بی توجه بودند، مگر در چارچوب قوانین شرعی. در به زنگاه واکنش ها نسبت به تجاوز به ماهو نیز روحانیت در ابتدا سکوتی معنادار کرد و مردم را به آرامش فراخواند. نمایندگان مجلس و احزاب رسمی فعال در بلوچستان نیز سکوت کردند و از منتفضین توایف نیز صدایی در نیامد.
تا اینکه یک شنبه 3 مهر مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه وقت شهرستان راسک که ماجرا را از زبان خود ماهو و خانواده‌اش شنیده بود، موضوع تجاوز سرهنگ نیروی انتظامی به دختر نوجوان بلوچ را تایید کرد. دست درازی به حیا و عفت خواهر مسلمان و بلوچ هم قابل اغماز و بخشش نیست. به خطر انداختن امنیت مردم، آن هم با لباس امنیت، جنایتی هولناک و نابخشودنی است. با تایید خبر تجاوز به ماهو، این خشونت تکرار شونده، این بار در تقاطع آشکار با ستمی دیگر در جغرافیای سیستان و بلوچستان فهم شد. خشونتی که یادآور ناامنسازی سیستماتیک از سوی نیروهای به اصطلاح امنیتی در این منطقه بود. بعد از انقلاب 1357، جمهوری اسلامی در کنار ایجاد مراکز دینی و فرهنگی با میلیتاریزه کردن و امنیتی سازی سیستماتیک سیستان و بلوچستان بسیار کوشید این منطقه را تحت کنترل خود قرار دهد، مشابه به آنچه که در کردستان و سرکوب گسترده نیروهای چپگرا و مترقی در آن منطقه رخ داد. بعد از انتشار گسترده خبر تجاوز به ماهو و پیگیری آن از سوی فعالان مدنی، تعدادی از آنها احضار، بازجویی و بازداشت شدند. عصر روز 5 مهر مردم چابهار خودجوش و بدون دعوت مراجع رسمی و حمایت مراجع سنتی به خیابان‌ها آمدند. نیروهای لباس شخصی با حضور میان معترضان آنها را شناسایی و بازداشت می‌کردند. معترضان با پرتاب سنگ در برابر آتش نیروهای امنیتی مقاومت می‌کردند. چند تن زخمی و تعداد زیادی بازداشت شدند. جامعه دیگر سکوت را تاب نیاورد. چیزی در بلوچستان ترک خورده بود. جمعه 8 مهر گروهی از مردم برای اقامه نماز به مسجد مکی زاهدان رفته بودند. بعد از نماز جمعه، عده‌ای از معترضان روبروی کلانتری 16 زاهدان در مجاورت مصلا تجمع کرده بودند. نیروهای سرکوبگر بر پشت بام کلانتری پاسخ اعتراضات مسالمت‌آمیز آنها را با شلیک ممتد گلوله دادند. هشت مهر 1401 زاهدان. صدها نفر کشته و مجروح شدند. الله اکبر. الله
این روز جمعه خونین نام گرفت. خاطره به ما بازگشت، معنای جدیدی به زیست ما داد. سوال کردند چطور امروز سرکوب می شویم؟ پاسخ دادند همونطور که در سال 72 در همین مکان سرکوب شدیم. ناگهان خاطره‌ای که به سن اکثر کشته شدگان جمعه خونین 1401 نمی رسید فرا خوانده شد. در سال 1372 مسجد اهل تسنن شیخ فیض مشهد تخریب و بعدتر تبدیل به فضای سبز شد. متعاقباً معترضان در زاهدان در مصلای مکی تحصن کردند. نیروهای امنیتی با محاصره مسجد و تیراندازی از زمین و هوا به این اعتراضات مسالمت آمیز پاسخ دادند. ده ها نفر کشته و زخمی شدند. جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت این کشتار را نپذیرفت. میدان دادخواهی میدان باز پس گرفتن خاطره هاست، میدان مبارزه برای زندگی و شوریدن علیه سیاست مرگ و فراموشی است. شهید کشته و شهید الله اکبر. قتل عام زایدان نسی فیدریش زدکنه نیچ قتل عام زایدان شهید یکی آده شهید بوتا قتل عام شهید بوتا الله اکبر الله اکبر شهید اکثریت شهید بوتا قتل عام زایدان قتل عام آپ مده زخمی آپ مده کشته نده بدتر شهید بدون سلاح یا نبی انگی پچه روان جلوه سلاح شهید دود بود و آتش بود و صدای شلیک. اصلا مشخص نمیشد که از کدوم قسمت صدای گلوله مثلا میاد. همه جا همینطور بود. بنابر آمار فعالان مدنی دست کم 105 نفر فقط در زاهدان کشته شدند. بنابر روایت شاهدان آمار واقعی بیش از این است. تلویزیون اعلام میکرد 19 نفر، ولی اون لیست بیمارستان که دست خانم بود حداقل شاید 100 یا 120 نفر دست اون خانم لیست بود با اون برگاهی که تعدادی داشت. اونم تا اون موقعی که ما بودیم، خدا میدونه چند نفر اتاق عمل شهید شدن، چند نفر تازه با امبولانسایی که تو را بودند اونجا به شهادت رسیده. بسیاری از کشته شدگان بدون درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی و حتی بدون شرکت در اعتراضات مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. زاویه بالا بود چون از پشت گلوله اومده بود بیرون. من اون لحظه فقط دیدم صورتش خونیه و نفس میکشید و دیدیم که خون میاد. نگاه کردیم از ناحیه قلبشون از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودن. شگوجا تیر اواله بود لگت ایشیه چیوا گرده نا اما گنده انجا چارکو تیر که لگت ایده کب تا مرزا گره تا ناتن که ماس کب تا دو گامن شیشه میده راز افتن تیستو شنگو شو امرین پشک شو رونی امرین رونگا گیت دیگه نمان تواری و شکتون توفک که
نه تیره تواره زا گوشتن که چیه ساجمه ایترا لگت من گو نماسی ساجمه نه اما دختر مسلمانم سوچ کرد من نیزا یه چیه که نلگت ات یا نه نشانده یا نه گوشت گوشت ماسی تیره ترا لگت کزده تیره نه چیه کلاشه گوشت نه کلاشه اما روزه نه پیشیم روزه اما زرا یه رنگ تیر اندازوی کردند که تیرم مزارا جون سنگانی ریتن. زربیبی اسماعیل زهی پس از 143 روز بر اثر جراحات وارده کشته شد. در کلانتری 16 مسئولی که رسیدگی به پرونده ها رو به عهده داشت می گفت که ما اصلا نیرو انتظامی در خیابان خیام حضور نداشتیم، با اینکه پشت بام ها همه نیروهایی بودند که با تفنگ‌های دوربیندار همه با لباس‌های محلی و مسلح به طرف مردم تیراندازی می‌کردند. نیروی انتظامی گفته ما اصلا حضور نداشتیم. این نیروهای لباس شخصی ما متوجه نبودیم اینا چه هویتی داشتن و در اون موقع از شب در سطح خیابان چیکار می‌کردن. فقط با خبر شدیم یه عده اومدن تحریک کردن نمازگزارا رو که خودشون با لباس ها مبدل بلوچی خودشون رفتن داخل پاسگاه بیرون نیومدند. در میان کشته شدگان کارگران، کودکان کار و جوانان سرپرست خانوار حضور داشتند. شهید عبدالغفور 39 سال سن داشت، 13 دانی دو دانک دو غلو بند فاطمه والی احمد ایگوندین زاگن شغلیم کاریگری شغلشونم شاگرد کاشیکار بوده. این سرامیکای کف اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا سرامیکای سفید رنگ بودن، همشون دیگه قرمز رنگ بودن. بیشترشون هم جوونا بودن که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودن. کتوک می زگ بود تا پیست سرطان خون داشته 20 سال شکارا کبتا سچیان زندگیه. محمد اقبال نایب زهی یکی از هزاران بلوچی بود که شناسنامه ندارند و از این رو از همه حقوق شهروندی محروم هستند. محمد اقبال یکی از کودکانی است که در جامعه خون نزاهدان کشته شد. اسامی دیگر کودکان عبارتند از سودیس کاشانی، علی براهویی، محمد رخشانی، جواد پوشه، عادل کوچکسایی، امید سفرزهی، امید نارویی، سامر هاشمزهی، امید سارانی، محمد امین گمشادزهی، دانیال شهبخش، یاسر شاهوزهی، جابر شیروزهی، هستی نارویی و امیر محمد میرشکار و کودکان دیگری که اسامی آنها را نمی دانیم. موندم به نیروهای مسلح بگم شما به چه جرمی؟ اینا چه جرمی کرده بودن که به سمت نمازگزارا شما تیراندازی شلیک کردید؟ اگه به جرم چند تا سنگ پرانی شما شلیک مستقیم کردید اونم با گلوله جنگی، پس بنابراین تو فلسطین اشغالی اصلا نباید یه فلسطینی زنده باشه. مجروحان از دریافت حداقل امکانات امدادی و درمانی محروم شدند و حتی کسانی که به درمان مجروحان کمک می‌کردند از کشتار در امان نماندند. مثالش ابراهیم ریگی، پزشکی که زیر شکنجه ماموران رژیم کشته شد. این نقل قول از ابراهیم ریگی تصویری است از ستم تاریخی به مردم بلوچ. هشت مهر هیچگاه از یاد هیچ ایرانی و بلوچی نخواهد رفت. عزیزان من، این را بدانید حتی مرگ، حتی اعدام کردن من دیگر مهم نبود، چون من در این سرزمین بارها از دنیا رفتم. یادآورندگان خاطره کشتار سیستماتیک بلوچ ها و دادخواهان برای نخستین بار به حافظه علیه فراموشی، سرکوب و مرگ تبدیل شدند. از دادخواهی برای هستی نارویی، کودکی که تازه به کلاس اول رفته بود، تا دادخواهی برای خدانور که شناسنامه نداشت و پیش از آن نیز به دست دستگاه انتظامی سرکوب و تحقیر شده بود، از دادخواهی برای محمد اقبال کودک کار بی شناسنامه، تا دادخواهی برای زلیخا طرزی که با کارت اقامت در ایران زندگی می کرد،
بلوچستان آن تصور همگانی و حذف‌گرا از آزادی و عدالت را به چالش کشید. دادخواهی مردم بلوچ در سال 1401 شامل مبارزه علیه همه ابعاد ستم و سلطه بود. از این روز یادآوری سوخت بران، کسانی که به عنوان آخرین حلقه در چرخه قاچاق، استثمار و در نهایت به ضرب آتش نیروهای مرزی کشته می شوند. در تداوم مبارزات خاطرات به اسارت رفته بازسازی و ریشه‌یابی شدند، معنای سیاسی یافتند و راه را بر دادخواهی و مطالبه زندگی گشودند. حتی بعد از جمعه خونین زاهدان و سپس جمعه خونین خاش در 13 آبان 1401 اعتراضات در بلوچستان و همچنین تلاش حکومت برای سرکوب معترضان ادامه یافت. مقاومت و مبارزه بلوچ‌ها کلیشه بلوچ مظلوم، توسعه نیافته، بدوی و خشن را سرنگون کرده است. همچنین این اعتراضات انگاره بلوچ مسلح را که نتیجه دراز مدت تبلیغات و اقدامات مخل امنیت از سوی دولت و سپاه بود برهم ریخت. نگاه مرکزگرا ستم علیه بلوچ‌ها را در بستر تاریخی آن نمی‌بیند، اما پیشینه ستم در سیستان و بلوچستان به دهه‌ها پیش از انقلاب 57 باز می‌گردد. به همین خاطر است که گروهی از معترضان همزمان علیه سلطنت و جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند. قیام ژینا و ماهو در بلوچستان رخدادی خلق‌الصاعه نبود، بلکه بستری بود برای بروز و پیوند جنبش‌های دادخواهی که پیش از آن آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد. Thank you.